ساعت 10:56 بعد از ظهر 20 ژوئیه 1969 بوده. فضانورد آمریکایی نیل آرمسترانگ پای چپش رو روی سطح ماه میذاره و به طور واضح اعلام میکنه این یک قدم کوچک برای انسان است، اما یک جهش بزرگ برای بشریت است. 20 ژوئیه 1969 میلیون ها نفر اطراف تلویزیون های خودشون نشسته بودن تا دو تا فضانورد آمریکایی رو تماشا کنن که کاری رو که هیچ کس قبلا انجام نداده بود انجام میدادن. نیل آرمسترانگ و ادوین بازالدرین با پوشیدن لباس های فضایی حجیم و سنگین و کوله های اکسیژن برای تنفس اولین انسان هایی بودن که روی ماه قدم گذاشتن. قبل از این اتفاق تنها چندین بار تونسته بودن اقدامات فضایی اونم با قدم های کوچکی رو بردارن. سال 1957 اولین ماهواره مصنوعی به نام اسپوتنیک 1 توسط دولت روسیه به فضا پرتاب میشه. ایالات متحده بعد از اون چندین ماهواره رو پرتاب میکنه. هر دو کشور امیدوار بودن که اولین کسایی باشن که انسان رو به فضا میفرستن تا سال 1961 که شخصی به فضا رفت. 12 آوریل یوری گاگارین از روسیه شد اولین نفر. کمتر از یک ماه بعد آلن شپرد آمریکایی اولین آمریکایی توی فضا میشه. به دنبال این نقاط عطف رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی چالشی رو برای اداره ملی هوانوردی و فضایی که به اسم ناسا میشناسیمش صادر میکنه که یک انسان رو فرصت دارن در 10 سال یا کمتر روی ماه بفرستن. ناسا دست به کار میشه. تلاش های شبانه روزی، گریه ها و خنده ها، ناامیدی ها و دوباره یافتن امید در پس فراز و نشیب ها شد نتیجهش این که 16 جولای 1969 فضاپیمای آپولو 11 آماده میشه تا خدمه متشکل از 3 فضانورد رو به فضا بفرسته. مقامات ناسا نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز رو به عنوان فضانوردانی انتخاب کردند که با آپولو 11 این سفر تاریخی رو از زمین انجام بدن. تنها 4 روز بعد از پرتاب از مرکز فضایی کندی در فلوریدا، فضاپیما به سطح ماه نزدیک میشه. نیل، مرد پشت اسم و تصمیمات خوب و فرمانده عملیات فرود روی سطح ماه، اگرچه که 20 ژوئیه 1969 اولین قدم رو روی ماه گذاشت، اما مسیر اون به اون لحظه تاریخی دهه ها قبل از اون، یعنی زمانی که به عنوان پسری جوان در اوهایو بزرگ می شد، تعیین شده بود. آرمسترانگ 5 آگوست 1930 توی دوره طلایی سفرهای هوایی به دنیا اومد و اولین سواری خودش رو توی هواپیما زمانی که فقط 5 سالش بود انجام میده. این عشق مادام العمر به پرواز توی وجودش از همون دوران کودکی برانگیخته میشه و مخصوصا با داستانهایی که در مورد خلبانان در طول جنگ جهانی دوم میشنوه تقویت میشه. به عنوان یه پسر جوان هواپیماهای مدل می ساخته و یه بارم توی زیر زمینش یه تونل باد می سازه تا طرحش رو آزمایش کنه. اینا همه نشونه های اولیه تدبیر و مصمم بودن رو داشت از اون نشون می داد. ویژگی هایی که در طول زندگی حرفه‌ایش به خوبی به اون کمک می کنه. علاقه آرمسترانگ به هوانوردی و طراحی هواپیما با رشد اون ادامه پیدا میکنه. سن 15 سالگی گواهینامه خلبانیشو میگیره و بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان توی دانشگاه پرودو ثبت نام میکنه تا با بورسیه نیروی دریایی ایالات متحده توی رشته مهندسی هوانوردی تحصیل بکنه. با این حال زمانی که اون به جنگ کره فراخوانده میشه تحصیلات اون همینجا متوقف میشه، اما این جنگ بستری رو برای اون مهیا میکنه، بستری که باعث میشه مهارت‌های خودش رو به عنوان خلبان در چیزی که بسیاری اون رو آزمایش نهایی یک هوانورد میدونن به کار ببره، ماموریت‌های جنگی
از یک ناو هواپیما بر. زمانی که به سن 22 سالگی میرسه، 78 ماموریت رو انجام داده بوده که بسیاری از اونها متعلق به USSSX بودن. در طی اون ماموریت‌ها، از جمله ماموریتی که در اون بیش از 6 فوت از بال راستش رو به خاطر کابل‌های ضد هوایی از دست میده، آرمسترانگ ثابت میکنه که میتونه تحت فشار و خسارت قرار بگیره، اما همچنان متمرکز باشه و تصمیمات خوبی هم بگیره. بعد از جنگ، آرمسترانگ پوردو برمیگرده و با همسر آیندهش جانت آشنا میشه. این دو نفر سال 1956 ازدواج میکنن و بعدن هم 3 فرزند به دنیا میارن. پسران به اسم اریک و مارک و یه دختر به نام کارن که زمانی که 2 سالش بوده بر اثر تومور مغزی غیرقابل عمل درگذشته. آرمسترانگ و خانوادش که هنوز از غم تازه از دست دادن دخترکشون غمگین بودن، به پایگاه نیرو هوایی ادوارد در کالیفرنیا نقل مکان میکنن تا بتونه به عنوان خلبان آزمایشی نیروی دریایی اونجا خدمت بکنه. چالشی که به اون کمک میکنه مهارت‌های پروازیش رو ارتقا بده. به عنوان یه خلبان آزمایشی، آرمسترانگ بیش از 209 هواپیما از جمله X-15 رو به پرواز در میاره که زمانی در خارج از جو پرواز میکرده و به تمام مهارت خودش به عنوان خلبان برای برگردوندن کنترل و بازگشت سالم به زمین نیاز داشته. اوایل دهه 1960 بوده که مسابقه فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در جریان بوده و فرصت‌های برای خلبانای با استعداد به ارمغان آورد تا مهارت‌های خودشون رو توی یه مکانی آزمایش کنن. آرمسترانگ اون موقع بخشی از گروهی بود که برای دستیابی به هدفی که رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی توی سخنرانی سال 1961ش در مقابل کنگره مطرح کرد، انتخاب شد. ورود یک انسان بر ماه و برگردوندن اون سالم به زمین. به عنوان بخشی از پروژه جمینای، پیشروی آپولو، آرمسترانگ و فضانوردهای همکارش به توسعه و آزمایش تجهیزات و تکنیک‌های مورد نیاز برای ارسال یک کپسول سرنشیندار از زمین به سطح ماه و بازگشت اون کمک کردند. به عنوان خدمه جمینای 8، آرمسترانگ و همکارش دیوید اسکات اولین بارگیری موفقیت آمیز کشتی به کشتی توی فضا را انجام دادند. این موفقیت تقریباً به فاجعه ختم شد. اما زمانی که کپسول جمینای و وسیله نقلیه آیجنا که به اون متصل شده بود شروع به چرخش خارج از کنترل کردن، آرمسترانگ با آرامش دوتا فضاپیما رو از هم جدا میکنه و با استفاده از پیشرانه های سفینه کنترل رو دوباره به دست میگیره و اون رو سالم به خونه برمیگردونه. در نتیجه این کار سال 1969 آرمسترانگ به عنوان فرمانده آپولو 11 پرواز میکنه. یه ماموریت 8 روزه همراه با خدمه باز آلدرین و مایکل کالینز به ماه و برگشتن سالم به کره زمین. ماموریت شروع شد. قبل از ورود این سه تا مرد از هم جدا میشن. کالینز سوار ماژول فرماندهی آپولو 11 کلمبیا میشه، جایی که در مداری به دور ماه باقی میمونه. آرمسترانگ و آلدرین هم سوار بر ماژول ماه آپولو 11 به اسم ایگل و به معنی عقاب میشن و شروع به فرود اومدن روی سطح ماه میکنن. ایگل یه فرود خطرناکی رو توی دهانه کم عمق ماه به نام دریای آرامش انجام میده. اما چیزی که هست اینه که اکثر افرادی که اون لحظه صحنه فرود رو از تلویزیون تماشا میکردن هیچ ایده‌ای نداشتن که ایگل توی این نقطه فقط 20 ثانیه سوخت برای فرود داشته. آرمسترانگ و آلدرین از پنجره‌های ماژول به چشم‌انداز عاری از حیات و توهی ماه نگاه کردند. عظمتی خاکستری عاری از هر گونه رد نبض و جریان و سکوتی دربرگیرنده و موهوم. بعد از گذشت 6 ساعت و نیم، دو همتیمی درون ایگل
آماده خروج از ماژول شدند. به عنوان فرمانده ماموریت، آرمسترانگ کسی بود که اولین قدم رو روی ماه گذاشت و اومد بیرون و شد اولین فردی که روی ماه پا گذاشته. 20 دقیقه بعد آلدرین از نردبون پایین اومد و به شریک و همتیمی خودش توی این لحظه نفسگیر زندگیش پیوست. بعد از خوندن پلاکی که روی اون نوشته شده بود در صلح برای همه بشریت آمدن، اون دو نفر پرچم ایالات متحده رو روی سطح ماه کار گذاشتن. همون لحظه بود که رئیس جمهور ریچارد نیکسون برای تبریک به فضانوردا به اونها زنگ میزنه و قدردان تلاش‌های اونا بود و گریان از حجمه این دستاورد شگفت انگیز. آرمسترانگ و آلدرین برای جمع‌آوری نمونه‌های از سنگ‌ها و غبار ماه به کار خودشون برگشتن. بعد از گذشت بیش از 2 ساعت، فضانوردا 47 پوند رو به ماژول قمری برگردوندند و آماده شدند تا دوباره به کالینز بپیوندند. وقت رفتن به خونه بود. خدمه آپولو 11 24 ژوئیه 1969 به زمین برگشتند. طی چندین سال آینده 10 فضانورد جای پای آرمسترانگ و آلدرین رو دنبال کردند و آخرین مأموریت به ماه سال 1972 بود. اگرچه که انسان‌ها از اون سال به بعد دیگه به ماه برنگشتن، اما ادامه کاوش در فضا رو انجام دادن. اونا حتی ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS رو که یه ایستگاه تحقیقاتی فضایی رو ساختن، جایی که میتونن آزمایش‌هایی انجام بدن و فضا رو از طریق اون ایستگاه تحقیقاتی یه جورایی از نزدیک مطالعه کنن. از اون زمان آرمسترانگ و آلدرین به افراد مشهور تبدیل شدن و به عنوان سفیران بین المللی به جهان سفر کردند. اگرچه که آرمسترانگ در کانون توجه منحصر به فردی بود، اما ماه‌ها سفر و تعاملات اجتماعی در نهایت تأثیر خودش را گذاشت و اون از حضور در چشمان عموم خسته شده بود. سال 1971 اون بازنشسته شد تا استاد مهندسی هوانوردی توی دانشگاه سینسیناتی بشه و بعداً هم سخنگوی کمیسیون ملی فضا که توی گزارش 1986 برنامه جامعی برای پروازهای فضایی آینده ایالات متحده ارائه کرد. آرمسترانگ سال 1994 با همسر دومش کارول ازدواج کرد و 25 آگوست 2012 درست بعد از تولد 82 سالگیش درگذشت. آرمسترانگ رو در طول زندگیش از علاقه اولیش به هواپیماهای مدل سازی شده تا لحظه‌ای که برای اولین بار انسان رو با آرامش روی ماه فرود آورد، بیشتر به خاطر دستاوردهای منحصر به فردش در هوا و فراتر از اون به یاد میارن. اما کسانی که اون رو به خوبی میشناختن، اغلب فراتر از این دستاوردها رو توی وجود اون میدیدن. همونطور که همکارش در آپولو 11، مایکل کالینز، به یاد میاره. مرد گیرنده ی تصمیمات خوب در تمام طول مسیرهای سخت.